تو این قسمت یه نگاه دیگه میندازیم به پنجره سکندریس و کاربرد دیگه ای که میتونه داشته باشه فرض مثال این شات رو کارگردان یا مدیر فیلم برداری به من گفتن که از نظر تصویری برای ما اوکی خوبه من فقط ممکن یه نگاهی به اسکوپ بکنم ببینم که مثلا سایه های من میتونن یه خورده خیلی کوچیک تیره تر بشن یه ذره دیگه هم میتونم تیره ترشون بکنم سایه ها میتونن مذر میخوام سایه ها میتونن تیره تر بشن و هایلایت ها من میتونم یه خورده روشن تر بکنم و کلیت تصویرم هم, هم یه ذره تیره تر بکنم خیلی خیلی کم با کلیت تصویر و با رنگش با نورش با همه چیش کارگردان از همه چیش راضیه من همونطور که اینجا میبینم رنگم کاملا پرکندگی خوبی داره رنگام خیلی زیاد نیستن بالانسشون هم بالانس خوبیه میتونم یه خورده هم سچوریشن رو بیشتر بکنم مثلا خیلی زیاد شد ده درصد هم غلظت رنگم رو بیشتر بکنم در همین حد ممکن کافی باشه من یه نگاهی میندازم به تصویر قبل و بعدش اما نکته که وجود داره اینه که کارگردان از من میخواد که من توجه بیشتری رو معطوف به این بازیگر بکنم توی این پلان کارگردان میگه به اندازه کافی بازیگر مورد توجه نیست و من میخوام بیشتر چشم بیننده روی بازیگر باشه من میام توی قسمت سکندریست انیبل رو میزنم فینیت رو روشن میکنم این دایرم رو میذارم روی بازیگرم و یه خورده دایره رو نرمتر میکنم در واقع لبش رو مثلا سه لبه بهش میدم و حالا من اگر تیره تر بکنم تصویرم رو یه خورده میتون هام رو یه خورده شاید بیشتر از یه خورده هایلایت هام رو و یه ذره هم شدو رو یه کوچولو هم میتونم این رو جا به جا بکنم فکر میکنم کافی باشه حالا نمیدونم شما با من موافق هستین یا نه که بیشتر توجه بازیگر ب... بیشتر توجه بیننده به بازیگر جلب میشه الان ما نسبت به این تصویر بیشتر به بازیگر توجه میکنیم یا حداقل من اینجوری حس میکنم نمیدونم امیدوارم با من موافق باشین خب ما از اینجا که در واقع تصویر اصلی اون بود رسیدیم به اینجا من حس میکنم کارگردان از این تصویر راضیه و میتونم برم سراغ شات بعدی